set is off. علی آقا کندور یادت نره. چشم حتما بزنیم باشونم میزنم. نه بابا، یه ساعت پیش به این پسر رو گفتم که اینو بزنن، معلوم نیست تو کوچه حواسشون کجاست. الکی فایستادین اینجا که یه ساعت پیش نمیزدی میگه. سلام، خسته نباشی. شما خسته نباشی دنده دار، بالاخره اومد. آره ایشالله مکه رفتن شما. نتر آب بدیم بهش اولا. آبم بیدیم بهش. آخه بچه ها خسته نباشیم. آی اسمش قربون برم الهی. بفرمایی یه تابلو من دارم، بچه بزنین این وسط. آخه دست درد نکنه، ببخشید من جدا بگرم. چند تا خارجه ای داریم خانم من، نایی جا کنیم. آقا جون بجون بین دیگه، زن داداش راشون بنداز. آب جی بابا سوار چه بدی به یه حرف میگم نمیخوام برم. خیلی نوکرتم، لای موتور چی کار میکنی بدم؟ برگشتم قاسم، یه بالا خیلی چکریم. بری پرش کن. از این سبیلی میگی رفیق قدیمی تیم، یه ندا میدادی بیم فرودگاه یه حلقه گل بندازیم گردنه، ترکمی تو بالا کنیم. تو یکی دیگه از رفاقت حرف نزن. 500,000 تومان از زن من گرفتی دیگه، همه چی به کل فراموش کردی، دوستی و رفاقت و همه چی. نه سلامی نه علیکی، به خاطر 500,000 تومان. حرف پولو نزن، من شرمنده تمام. چقدرم که تو حالا شرمنده شدن، یعنی شرمنده یاره؟ آره شرمندم دیگه.
دستم خالیه، نمیگم پولتو نمیدم که، میدم، ولی الان دستم خالیه. حالا باید 4 تا گاراژ برای خودت داشته باشی. 7 سال پیش من داشتم میرفتم ژاپن، من یادم علاف بودم، تو یادم آچار به دست فنی. من الان همه چی دارم، تو هیچی. چی شدی؟ بدتر از اون موقع. تو خودت الان چی کاره اینقدر به من سرکوف میزنی؟ همون دیگه، انگار رفتی تو کشور غریب سگ دو زدی، تو مرده مردم ترقه گوشی ترکوندیش. الان چی داری؟ من همه چی. اون موقع که بهت میگفتم زن بگیر، امروز رو میدیدم. من اینکه از قدیم گفتم پشت سر هر مرد موفقی یه زن با درایته. زن با درایت تو خوب اومدی، ولی مرده، مرده موفقه یعنی چی؟ ایچی با یه حرفی زدم، بلش. نه یعنی چی؟ زمونه بدی شده، هیچ. منظوره چی بود؟ آقا من اصلا نمیخوام حرف بی ربطی بزنم. میگم منظوره چی بود؟ رفیق همی آقام خدا بیامرز یه حرفی رو میزد، میگو پسر این حرف رو آویزه گوشت کن، زن تهش بازم زنه. 62 طبقه اول، موقعیت تجاری مسکونی بر منیری. اصلا یارو فروشنده هم نبود. 85 متر مسکونی، طبقه سوم نارمک، 4 تیرانداز بازسازی شده کامل. 18 متر تجاری زیر همکف، پاساژ تمدن، 4 امیراکرم. این همون پاساژیه که آینه شمدونمون ازش خریدیم. آخه تموم شد دیگه. اینم حاصل 7 سال تلاش شبانه روزی شوهر عزیزم. قربونت برم. واقعا زن مثل تو نمونه است. تو این همه سال یه دونه یک قرونی برای خودت خرج نکردی؟ دختر منو مثل که دست کم گرفتی. آره احمد رضا خان، از قدیم الایام گفتن که پشت سر هر مرد موفق یک زن با درایته. تلفن من، میرم جواب میدم. مامان، دایی. بله، همه چی قانونی و درسته. ببین دوست من، شما یه چیزی رو با رضایت و اختیار خودت میدی به بنده، منم همه اونا رو قانونن میزنم به نام خودم. حالا 2 سال، 4 سال، 10 سال دیگه به هر دلیلی شما پشیمون میشی. خب به نظرت میشه رفت و اقامه دعوا کرد که دور از جونت یه غلطی کردم و توش موندم، اموالمو بهم پس بدیم؟ میشه؟ کسی نیست؟ سزاره؟ عشق شادی شما نگاه کن، همه انگشترم تو نگیری در جشن تولد عزیزم، همه انگشترم تو نگیری، نگاه باد کنه کارو که نداریم، نگاه پش بشه ها رو، تولد مبارک دوستت دارم. خوشحال نشدی؟ چرا خیلی غافلگیر شدم. ممنون. 600,000 تومان جریمه. با اون پول میشد 2 تا لنگه ماشین تو خرید. 20 روز رفتی حبس، فکر میکردم دنیا با آخر رسید. نمیدونستم که 7 سال نمیبینم. ولی نمیدونم باورت میشه یا نه، تمام این 7 سال من با خاطره همین روزایی که میگی گذروندم. یه وقتایی هم پا میشدم تنهایی میرفتم جاهایی که قبلا با هم رفتی. دلم نمیخواست نبودنت برام عادت بشه. داشت بزرگش چیکار کرد؟ این ناقلا تو که میگفتی من یادم نمیاد، حالا همه چیشون رو یادته. معلومه که برادران احترام نیرو انتظاری.
خسته نباشی. خیلی ممنون. با خانم نسبت داری؟ چیز دختر خاله‌ام. کارشناس سیفرم لطف کنی. کیف مال شماست؟ بله. کیف مال شماست؟ بله. پای گرفت. کدوم اذیتم نکرد، ولی تنهایی نبود تو کمرم رو شکست. عزیز دلم، تو این 20 روزی که اومدم یه حال و هوای دیگه ای دارم. من حال دیگه حتی یه روز تنهایی بزنم. راستی یه فکر خوبی کردم، میخوام خونه ها و مغازه‌ای که خریدیم و همه رو بفروشیم، تو یه کار پرسود و مطمئن سرمایه گذاری کنیم. بی خود از نقشه ها نکش، تو ایران نبودی نمیدونی چه خبره. اینجا تنها سرمایه گذاری مطمئن ملکه. همین. الو 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 محمد رضا، الو محمد رضا، دیدی سیکو تویی؟ آره محمد رضا، سیکو هستم. کجایی؟ فرودگاه. چی کار میکنی؟ بابا دیرم خواهم برم مسافره؟ فرودگاه تهران هستم. خود تهران؟ آره با مریم اومدیم. شوخی نکن سیکو. شوخی نمی کنم، بی خودتو کش کن. آبجی زودتر کار داریم. میای یا ما بیایم؟ کجا بیام؟ جانم مرزا فرودگاه تهرانی؟ الو داداش چیکار میکنی؟ میای دنبالشون یا تاکسی بگیرم بفرستمشون خونه؟ کجا بفرستیشون؟ خونه دیگه، مگه این آدرستون نیست؟ خیابون پیروزی 4 کوکاکولا کوچه 8 پلاک 10. داداش دور از مرا و مردونه یک این آبجی ما رو با بچهش دیگه مملکت غریب تنها بذاری. آقا جون قربونت برم، یه ماشین برای اینا بگیر بفرستشون هتل را، من خودم یه روب دیگه میرم دنبالشون. مریم جون بابا سلام 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 جان دختر من خوشگل من بخ 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 احمد رضا. نه 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 احمد رضا. آره همینجوری مثل این که اومده دو سه ماه اینجا بمونه. آره آره چرا بوده؟ خونه بنایی داریم، سقف چکه میکرد، لوله‌ها ترکیده بود، جک و جونه برداشتیم سمپاشی کردم، الان دیگه خودم هم شبا تو خونه نمیخوابم، میرم تعمیرگاه پیش قاسم. احمد رضا، تلفن چی؟ تلفن. تازه خریدم، هنوز تو زنگش خودم بلد نیستم. الو الو احمد رضا. سلام عزیزم، چطوری؟ خونه نیستی؟ آره اومدم بیرون یه هوایی بخورم. ببین غروب زود بیا خونه، یک کلمه برنامه خوب دارم میخوام باهات حرف بزنم. باشه باشه حتما میبینمت. باشه حتما.
خیلی خوب، اینم از این. آقا خیلی ممنون، بفرمایید. بریم. مگه قرار نبود درن دانشون هم بدی؟ یا داده همش درن و برو هم میکشیدی؟ چشم، بریم یک کمی استراحت بکنیم، بعد میریم همه جا رو میگردیم. بودو بریم بابا میگم، بودو. رسیدیم دیگه، خداحافظ. مگه برا نمیای؟ نه، اینجا که ژاپن نیست که. من باید سر عمل بنا باشم و الا کار نمیکنم. با چهار چشی به پامشون. تو برو، من فردا صبح میام. گل؟ بله گل. شب بخیر. آقا برو شوهر کوکا سری چشم. برات بودم که برگردی خونه، نه اینکه این چند وقته نبودی، همش تون تون دلم برات تنگ میشه. قرار بود امروز یه خورده زودتر بیار. رفته بودم سفارت ژاپن. سفارت ژاپن واسه چی؟ دوستا روزا دارن دنبالم میگردن. میخوان انجمن دوستی ایران ژاپن رو فعالش کنن. انجمن دوستی؟ تو رو از کجا پیدا کردم؟ رو موبایلم زنگ زدن. این خط که دو سه روز بیشتر نیست رو افتاده، چجور پیدات کردم؟ ژاپنی‌ها وقتی یه چیزی رو اختراع میکنن اول بدلش رو اختراع میکنن. الان تو کامپیوتر اسم منو که بزنن شماره تلفن هم همینجور میاد رو صفحه اسمبلی. به یاد اون سفر ماه عسلمون آخر هفته یه چند روز تعطیلی برنامه گذاشتم با مامانم و من جمالی و اینا را بیافتیم بریم طرف شما. چه خبره؟ تعطیلیه دیگه، سه شنبه چهار شنبه تعطیله، پنج شنبه جمعه هم تعطیله، میذاریم میریم شما. برنامه یه نه؟ عادی. زنگ میزنه جواب نمیدیم؟ چیو؟ اسمبلیتون رو فعال کردن موبایلته. اینو بگیر نمیگیر نمیگیر. الو الو احمد رضا، سلام علیکم. حالت خوبه احمد رضا؟ من خوبم، شما خوب هستین؟ اتفاقا من همین الان داشتم این گزارش رو تهیه میکردم. بله، من تا آخر هفته حتما مجموعه مطالعاتم به صورت مکتوب میارم خدمتتون. چی میگی؟ بله، من فردا خودم میام سفارت. Have a good time. چقدر این ژاپنی‌ها انسانن. از وقتی قرار شده من این گزارشو برای انجمن دوستی ایران ژاپن بدم، همینجور تشکر و تقدیر و هی زنگ میزنن. چقدرم باهوشن، همشون زود فارسی یاد گرفتن. سر کنسولشون هم بود تازه. چه میکنه این ژاپن؟ مریم یواش بود و نیفتی بابا. احمد رضا. بله. ما الان یک هفته است اومدیم ایران. چه مون نمیبری هنهادت؟ من میخوام دوستاتو و با فامیلاتو ببینم. بهت که گفتم تو خونه تعمیرات داری. احمد رضا
اگه ساری بکنم به من راستشو میگی؟ اگه من تا حالا به تو دروغم گفتم که دفعه دومم باشه. واقعا دوست تو و فامیلا تو همه منو میدونن؟ نه نمیدونن. مریم خواب چیه؟ مگه نمیبینی در حال تحقیقم؟ دارم وسایل سفر رو جمع میکنم، نمیدونم برای چی بردارم. کدوم سفر؟ پس فردا دیگه، چهار صبح را میفتیم میریم شما. وای چقدر دلم میخواست بیام شما، ولی چی؟ این وضع من اینم احوالم. ای بابا ول کن بابا، دو سه روز که به جایی بر نمیخوره. این برنامه بساط هم برمیداریم میبریم همونجا کارتو انجام میدی. تو که میدونی من چقدر دلم میخواست بیام شمال، ولی آخه چه جوری میتونم؟ قول دادم نمیتونم بزنم زیر قولم که. قربونت برم، من این سفر رو به خاطر تو جور کردم، گفتم تجدید خاطراتی میشه و با بچه هم بهمون خوش میگذره. میدونم دلم میخواد ولی نمیشه. اما اگه که این ژاپنیا حاصل کارو بپسندن، میدونی ممکنه چه اتفاقای خوبی برامون بیفته، وضعمون از این رو به اون رو میشه. باشه منم فعلا کنسلش میکنم، برم به مامانم. مامان چیه؟ شما الان برنامه ریزی کردین، ویلا رو گرفتین، تمام برنامه هاتون ردیفه، نمیدونم منصور و میترین هم منتظرن. شما برین، منم سعی میکنم بیام. اگه ببیچونمش 4 ساعت راستا انزلی گازش میگیرم میام. یام عمر از چلخ رو نو کردی؟ همه چی ردی تو روغم موغم چی؟ همه چی فقط برین به سلامت. بریم داده بریم برمه بده من ابزار کار بده من. همین الان لازمش داری؟ الان که نه اما لازم میشه. بده من ابزار کار تو کارون لازمه. به جام ایما دیر شد زن درست به جام دیگه به جام بی بیا بسید خاکشیل درست کردم زن بزن میگم کاراتو که کردی زودی را بیا. آدرسم گذاشتم جلو آینه، میدونم خیلی بلد بود که با ما بیا. خداحافظ خداحافظ به سلامت. زود بیا همش زود میام. بریم مامانم چرا نمیاد؟ همیشه خدا همینجور. حالا باید 10 تا مانتو هم بسن. زود باشین مامان خداحافظ. حتما به سلامت خداحافظ مامان. نه آخه چرا نه بابا جون، از تمام دنیا میان ایران که اصفهان و شیراز رو ببینن. اوج هنر ایران تو اصفهان و شیراز. وقت تو میگی نه عزیزم میفهمم، ولی ایران جای حیره قشنگ دیگه هم داره. یادت خودت همش میگفتی جد چاروس شمار دریا مریم مریم آقا جون مسئولیت داره، مال خودم که نیست، مال مردمه. تو یه عمر آویزون من بودی، من یه دفعه از تو چیزی خواستم. من هیچ وقت آویزون نبودم. این ماشینایی که اینجاست مال مردمه، یه خال روی یکیشون بیفته من تا آخر عمرم باید کولی بدم. راضی یه چیزی بخوام مال خودم باشه، نوکرت هم هستم. تو گورت کجا و تو کفنت باشه، نخواستم. ناراحت نشو، یه عمر رضا که بیشتر نداری. حالا کجا میخوای بری؟ شمال دیگه، چالوسی جایی. دقیقه بایست یه کاری برات میکنم. ویلا بدم اتاق ویلا ویلا میخوام مخابه 50 تومن.
بامزه بود، همش ما میخندیدیم. میگفت صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. اینا کیه؟ بچه های سرایدار مزدیکن هوناشون. عجب فوزونه ای، مربا با زنبور زنده. بشید داره؟ سلام. سلام علیکم، بفرمین. سهی که خانم آماده این؟ آره آره میام. کجا؟ مگه نگفتم نه هر سپرایز داریم؟ اه؟ میریم بازار هره. چی شد؟ آقا اقوالی هنوز در دست دستی؟ بگیرش بگن آره. الو سلام ستاره جون. الو سلام احمد رضا، چطوری؟ خوبی؟ نه بابا چه خوبی، فکر میکردم وقتی برگردم دیگه همیشه با همین، ولی زهی خیال باطل. اینجوری حرف نزن، برمیگردم و دور بزنم دور بزنم. نه بابا دارم شوخی میکنم، گفتم یکم خودم رو برای تو لوس کنم. عزیز دلم شما همینجوری هم کلی عزیزی، نمیخواد از این کار رو بکنی. چه خبره؟ هیچی بابا، دارم سفت و سخت رو پروژه کار میکنم، خیلی فشار رو برده، سفارت رو میگم. اتفاقا میخواستم بهت زنگ بزنم بگم ما نموندیم انزلی ها. چرا؟ چه میدونم، ویلای آبش قد شد، دیشب مکافاتی بود، همون دیشب هم به زور موندیم. برای کدوم طرف ها رفتین؟ منصور یه دوستی داشت، زنگ زد یه ویلای توپ برامون ردیف کرده چالوس. بکنم الان دیگه برسیم. الو؟ الو احمد رضا، چیزی شد؟ نه نه. لوتی غمهات چیه؟ بگو دردات چیه؟ بگو بدخات کیه؟ بگو دردات چیه؟ یا تا صفا کنیم، هرچی غمه رها کنیم، غمه رو دوانش کنیم، از خونه دیگونش کنیم، آدت رو بردیم. قاسم آقا، قاسم آقا، گرفت، گرفت. گوشی رو بیار، اومدم، سلام. گوشی رو بیار. اینو ماهیه آزاده. آیا بیا دیگه بود. بیا نه خوبه، نه خوبه، ممنون. برای سوختنم یه چند تا من کبابی برد. خدا برد، چند تا کبابی هم آمده. من میگم ولی حاضری میخوردیم بهتر نبود، این کلی پا کردنشون. ما چی داره میگه؟ یه دقیقه ناخون بیدین رو ژاپنیه رو دیدین؟ از اون ور دنیا اون هست، ما اینجا ماهی شمال ما رو بخوره. بعد ما از تهرون برشیم به مصبت، بعد چند وقت اومدیم اینجا حاضری بخوریم. ستاره جون کفر منو در نیار. ببین بعد 90 بود پاشیدیم اومدیم شمال، میخوام یه ماهی سیراپور بخوریم با سیر ترشی. من دارم یه دابازیش به کی رفته؟ آره به خدا به کی رفته؟ تو که نمیتونی بی خود شیشتایی میاد. شیشتایی چیه؟ چه میدونم چند تاییه؟ چهارتاییه، من چهارتایی نمیدونم. حالا هرچی، من که نمیتونم هنوز نرسیده سرتا کنم برگردم که. به جون خودم نباشه این موری بمیره شاهده، یارو صاحب ماشین اومده کلید کرده ماشینم، باید بیاری. من با ماشین برش گردونم، گفتم ماشین مردمه، میتونی بپیچونش دیگه. اومدم اینجا ماشین رو برگردونم. چی بود ماما؟ مثل که احمد رضا بودا. احمد رضا خونه از بیچاره این تو بود، الان داشت با من بابا. احمد رضا بود با این رفیقی میکانیکش. شما بس که این دوماده تو دوست داری همه رو شکل احمد رضا میبینی. یعنی همه ی خطا اشکاله نمیگیره. حالا بدش کنی با مون داره میشه بخوام بهش زنگ بزنم. بگه ببینم بقیهش مال ستاره است، میخوام برای سو کنم. مادر آن ماشین رو کجا گذاشتی؟ تو ماشینه. مامان گره تو رو زیرم بزنی. آه یون آمو 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 آمو
ستار چیه؟ دوتار دونه فقط ستار زاده هست چیه؟ الو؟ سلام احمد رضا، چطوری؟ یه ساعت دارم میگیرمه. خوبه، موبایل دیگه. تو چطوری؟ قربونت برم، خوب، عالی، فقط جای تو خالیه. صدا کی داره آواز میکنه؟ منصور دیگه، طبق معمول زده زیر آواز. ببین ما رسیدیم، کارت که تموم شد سه سود گازشو بگیر را بیا. سر کارم، اگه بشه که از خدامه. خسته نباشی، آدرسو بنویس. چالوس. چالوس. بفرمین، بفرمین. آقا نادر بفرمین، بفرمین. فکر کنم رستوران خوبی ها. بله، بفرمین، بفرمین. خانم ها بفرمین. همه جوجه هستین دیگه ها؟ آقا به تعداد جوجه، ماس، سالاد، نوشابه، زیتون، زیتون پرورده داری دیگه. دست درد نکنه، ماس مصیر هم بیا. عالیه. خیلی امروز ما شما زحمت دادیم ها. ببخش. الو؟ الو، احمد رضا. ما بعد غذا میخوریم یا بعد آروغ میزنیم ما رو دعوت نمیکنی رستوران؟ قاسم تویی؟ کجایی؟ همینجا دم رستوران هم دارم میبینمت. تو اینجا چیکار میکنی؟ بابا تو چه رویی داری؟ من قرار نبود ماشین رو تحویل من بدی ببرم، میگم یارو سیریشه. چرا کلی بازی در میاری؟ گفتم فردا اول صبح ماشین تو گاراژ حله؟ میگم حله؟ حالا اگه میشه بریم به کارمون برسیم. ببخشینا. آقا اقبالی جونم، بریم این تو شام بخوریم؟ نموری اینجا که بریم غذاش یه مدلیه، بخوری معدت تعجب میکنم، جواب معدت رو نمیتونم بدم. یارو کلوچه چهار تا یا چنده؟ زور که بیسکویت خوردین. خب شب هم کلوچه میخوریم دیگه، توپلتر هم هست. من هم چی آوردی اینجا؟ بابا تو شاهدی که این یارو ماشینه رو میخواد. کلوچه؟ آره. بفرمایید، بفرمایید. ببینید کجا آوردمتون. این رستوران و این جاده. ما بفرمایید. بفرمایید. ستاره خانم، این دختره بود تو بازار ژاپنیه. خب حالا زشته. ها، اینا هم ماهی، آره هم ماهی می‌خرن، هم دارن که ماهی می‌خورن. سلام عزیزم. سلام احمد رضا، چطوری؟ خوبم، اتفاقا همین الان به یادت بودم. منم همینطور، منم هر جا میرم همش یادتم، همین الان داشتم میگفتم. تو یه دونه، یه دونه. آره الو، الو احمد رضا. الو، باز جوجه و کباب و آقا مرزا. بابا منم ناده طوری شده؟ طوری شده؟ راستش دیدم تو اون جماعت رو دیدید برگشتی. ناده جون، اینا از آشناهای ما. خب. ولی بنا به دلایلی من نمیخوام منو ببینن. بفرمایید. چکنم با دل بی سر و سامون، چکنم با غمی بی پایان، چکنم من در کوی خیابان، شده هم آبری سرگردان، شده هم سیر از دنیا، 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 دنیا. بیا بیرون داداش دیگه، بیا این کارا نیستی قربونت برم. داداش اگه عجل داری کارت بیده دست میگم تو هنگیز. چونه با هم؟ دمت گم داداش، دمت گم. آقا مرزا، آقا مرزا، رفت. رفت. ببین، یه جوری که کسی نبینه، منو ببرم بیرون، چوبرام میکنم برم. شادت فرد.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. آروما خدا حافظ. سرکو بودو. مریم بیا. بابا. بودو که دیر شد. بودو که دیر شد. برسیم ترمون زودتر از شهر این ماشین رفیق قاسم خلاص شد. اه تو که خوابی که آقای میرسپند. بله خانم کوچولوتون یک ساعت پیش رفتم بیرون از هتل. اه الو سلام احمد رضا، چطوری؟ خوبی؟ خوبم عزیزم، تو چطوری؟ ما داریم برمیگردیم تهرون. چرا؟ هیچی دیگه، بدون تو که صفایی نداشت. دیگه نزدیکی های تهرونیم، زودی میرسیم. خونه باشی که ببینم اتا. باشه باشه، خداحافظ. سلام. سلام آقا مسعود گل. من توضیح میدم. بابا میره توضیح میده. توضیح میده. آخ جان عزیز دل بابا، میدونستم تو یکی هوای بابا رو داری. بده بیا. آه کیه؟ اومدم بابا. خواب نداریم ما دیگه. چلش سطحه که نیست که اینجا. آه بله احمد رضا توی؟ از پا دومی تشریف برده بودیم مؤثر. جون داداش اگر میدونستم قضیه ناموسیه امکان نداشت بلنچم این همه را بیام شمال دنبال ماشین. آبرومون رفت. یه دل و دو دل و یارو چی زن ایرانی میگیره دیگه، زن خارجی هم میگیره ماشین میبرده میشونم به ما یه دونه چم نمیدونم. اگه خیلی ناراحتی ما بریم. نه با چه ناراحت میشی، حالا ما یه حرف بی خودی زدم، هم تخم و غازه میخوریم سیر میشیم فراموش. چقدر جز زدم گفتم این یه لاغبا لقمه دهن ما نیست. چقدر بهت گفتم به خرجت رفت؟ حالا تحویل بگیر دیگه، تحویل بگیر. با قالتاق بازی و زرنگ بازی اومد قاپتون رو دزدید راحت آسوده. 6 ماه بعدش هم هوس رفتن ژاپن کرد. جناب عالی هم پاشدی دار و ندار و هر چی بود و نبود فروختی، پول کردی دادی دست آقا. فهمیدی؟
آقا پاشد رفت ژاپن کار بکنه دیگه، کار بکنه. بی خودم فیلم فیلم برای من نکن، هنات دیگه پیش من رنگی نداره. مایی شیر سفره یارو چی میگه تو باز خواهد؟ یعنی چی؟ یعنی خدمتش میرسم. آره منم یه احمد رضایی بسازم، همچین یه شیش تا احمد رضا از این برون برش بزنه بیرون. 7 سال پیش که من رفتم ژاپن دیگه شرایط مثل اون اولا که ایرونیا میرفتن نبود، اصلا کار گیر نمیمد که. کارفرماهاشونم صرف وایساده بودن به کسی که ویزای کار نداشته باشه شغلی نده. خیلی بد دوره ای بود، نه کار داشتم، نه پول داشتم، نه پسنداز، نه امید، نه آینده. مجبور بودم برگردم تهران که یه دفعه خدا سیکو رو سر راه من قرار داد. اصلا میگن کار خدا بی حکمت نیست، همین ها. ایوه خب بعدش چی شد؟ هر روز کارش این بود که میمد روبرو دفتر کارونه تا بعد از ظهر، این که کارم تموم میشد. یکی روز برای هره صداش کردم، گفتم قانون دولت ما اجازه نمیده کارگرای بدون ویزای کار استخدام کنیم. پس اول تو صداش کردی؟ نه درم برای سو جریمش خیلی سنگینه، ولی احمد رضا گفت که اون فقط به خاطر خود من میاد اونجا و کار اصلا براش اهمیتی نداره. اگه اذیتت نمی کنه ادامه بده. آقا دختر ما رو دید، یک دل نه صد دل عاشق من شد. روش گفتم سیکو من آوارم، من پول ندارم، من کار ندارم، من آینده ندارم. گفت فدای سرت، دست منو گرفت برد کارخونه باباش. کارخونه که میگم نه یه کارخونه معمولی ها، اصلا تا چشم کار میکرد کارخونه. گفت اینم شغل، اینم کار، دیگه چی میخوای؟ یکی روز که پدرم هم دفتر بود، احمد رضا اومد گفت تحمارش تموم شد، اومده هستگاری کنم و اگر اونم محرفت کنم به من و به اون ندن، به خاطر این شکست عشقی خودشون میکشه. تو هم باورت شد که اون خودشو میکشه؟ بالاخره یه روز تصمیمم گرفتم و گفتم هرچه باد آباد. من باید نشون بدم که هنوز مردی و مردونگی تو این عالم نمرده. من نباید بذارم این دختر بیگناه خودشو به خاطر عشق من بکشه. رفتم گفتم که سیکو من میگیرمت. آخه ما اینو گفتیم انگار دنیا رو به این پدر دختر دادن، یکیشون این دستان رو گرفت و دیگهشون اون دستان. احمد رضا ممنون، احمد رضا ممنون. بابای ما رو چیکار کرد؟ کرد اون مدیر یه قسمت بزرگ کارخونه. هیچ موقع فکر نکردی که ممکنه قبلا ازدواج کرده باشه؟ دلم میخواد بدونم وقتی باهات حرف میزد هیچ موقع نمیگفت من قبلا یکی دیگر رو دوست داشتم؟ نه. ولی این رسم مردونگی نبود و بالاخره آبجی ستاره اینجا باید وایستاده بود. داداش من اگه این کار نمی کردم که این سیکو خودکشی میکرد، دختر مردم خودکشی میکرد خوب بود؟ نه من فداکاری کردم، هم جون اونو نجات دادم، هم خودم تونستم یه کاری برای خودم جور کنم. الان این 4 تا خونه و 2 تا مغازه و چه چرا اسم ستاره است؟ به خاطر تلاش من، به خاطر کار من. بله که یکی میشدم این تو بدبختر از تو. نه من خوابیدم. نه دیگه راهی نداشتی، بمیره یارو. ببخشید با خانم هلابادی کار داشتن. اجازه بدین. شما؟ میر سپنج. چی؟ میر سپنج. میگن میر سپنج هستن. بله بله چشم. فهمونم وقت ندارم. یعنی چی؟ من شوهرشون هستم، باشون کار فوری دارم. عرض کردم که قربان، گفتم وقت ندارم، نمیخوام شما رو ببینم.
سلام عزیزم، منم احمد رضا عشقت. بله. سلام مادر زن جان، منم احمد رضا عشقه. بابا خواب بیانم این کیه؟ بله بله کیه؟ چه تفاهمی؟ یه بار شیرانم یه بار بازم برم خود من برم بیام دنباله نر دیوار نر نشسته بودی رو موتور یار گنده چماقیه گرفته بودم آخه اینا کی هست؟ تو خونه من چی کار میکنن؟ آبجی ستاره فامیلاشون رو این بیشتی نداشتن آه اه؟ امنه آقا بذار فردا صبح بریم دیگه الان حرف ما نمیفهمن که خستن فردا صبح خوابم نمیبره برو ببینه کیه حتما یارو دیگه آماده باش بارم سمیکم من باز میذارم ببین بذارش برو شد. عوضی میخوام شبتون بخیر میشه یه لحظه تشبیه بیارین در میدر؟ بله سپاسگزارم کسی که قبلا توی خونه مینشستن این حسن نیست شما با چی کار داری؟ من قبلی ها رو اگر چیز میشستم اونا رو باشون کار داشتم خارج اومدی؟ خارج اومدی؟ بله زنگ دادن سعده رو دارم خارج آمدن من نوکر بدم نه با سعده چرا؟ خب من میریم اگر چیزه بکنم همون رو به نظر تو مشکوطه میزنه من نوکر شما شبتون بخیر ببخشید نه نه من با اجازتون میرم نوکر چاکر شما بابا رو یه خورده چیز کن چش چش پدر رو یه خورده اگر میشه چاکر بفرمایید شما چی شو؟ ای بابا داشتم قبض رو میشدم اینا چه آدم های خفنی هم داشتیم زنگ زده ببینم کی بودن اینا؟ هیچی مستجر جدیدن میگن از اونها اصلا خبر نداریم دو سه روز اومدن بریم دیگه ها
شاهین جان بیا آقا بیا بکن آقا بانی بیا 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 راحت بکن خود فهمون راه بکن بیا بیا بایستا 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 خوبه خافوزو بکن یه سرگاز بله خموش کن راسته به ماشین ستاره نیست؟ بود من خریدمش کی؟ دیروز غروب اومد گپ و گفتشو زدیم امروز صبح من پول بردم محضر به نامم زد به جون امام رضا فکر نکنی داستانی ها یارو نمایشگاه نمی سر خیابون داشت 100 تومن زیر قیمت بازار میخرید از من نگو نه صحبتی از تو نکرد نه چرا من نگفت دیروز اومده اینجا مگه تو الان قرار دادگاه نری خیلی با معرفتم که میگم وقت دادگاه داری یه استارت بزن کشت نیستو چیکار کردی ماشینو احمد رضا شهرت میرسپنج چی؟ آقا جون هرچی دوست داری بنویس بنویس بدبخت، بیچاره، آواره، داغون باید دقیق باشه آقا میر سه پنج سن 38 سال و 1 ماه و 14 روز نام همسر ستاره شهرت مرادی هلابادی چی؟ مرادی هلابادی هلابادی ببخشید سنتون چنده؟ 32 سال هم 32 سال دیگه این که نمیشه خانوم دقیق باید بفرمایید حساب بانکیم که نیست هر روز صبح برم چکش کنم همون 32 سال بنویسیم خوبه دیگه نام همسر خودشون اینجا تشریف دارن چرا از خودشون نمی پرسین شما باید بگید نمیگم با خودم قرار گذاشتم تا آخر عمرم اسم نحسشو نیارم بعدم همه اینا رو تو اون شناسنامه‌ای کوفتیمون که نوشته 2 ماه دارید منو به خاطر این چیزا میبرید میارید ستاره گوش کن من میخوام فقط 2 دقیقه با تو حرف بزنم فقط 2 دقیقه تو به حرفای من گوش کن بعد اگه قبول نکردی من میرم خسته نباشی تو که منطقی بودی که ستاره با تو اما جان سرباز جان سرباز بایستا خوشده این رو برید آبای ماشین رو برده بایستا جان سرباز بایستا داریم به بابایتا میخرد یعنی باورت نمیشه قیافه ابلهش تو اون لحظه حسابی دیدنیم جات خالی سه کجا چی شو قربونت برم یک دفعه دارم برسو ببین از من به تو نصیحت واسه هیچ مردی دلت نسوزه خصوصا از نوع ایرانیش
حالا چی همون جای؟ بابا پدرمونو در آوردی. دو ساعته داری باهاش برمیری، هی میگی درست شد درست شد. کوپه عمو جان، من که از اولش گفتم خونه شما تو نقطه کوره. خودت نقطه کوری، مرد حسابی. جکو بیا پایین. چشم، الان میام پایین. پس خنده کار خودش رو کرد. آره خنده کار خودش رو کرد. دستون درد نکنه. با چه غذاهای خوش آب و رنگی. امیدوارم دوست داشته باشی. حتما. آره پرطرفدارترین غذای چینی ژاپنی مثل چرو کباب. اوه بعد خیلی خوشمزه باشه. بعد این چی شد؟ عاشق شدم. سلام، خوبی شما؟ خوبم، خیلی ممنون. به خوبی شما، شما خوب هستین؟ مختلون داره ببرم. آقا فرسی راستی هی یادم میره ازت بپرسم، اینجا یه سریال نشون میده جمون، دختری توش بازی میکنه اسمش سوساناست. من شنیدم اینم تو زندگی یه مرد زندار بوده. سوسانا سیکو، اسم تو معنیش چیه؟ شاید باورت نشه ولی معنی اسم من تو ژاپن ستاره مثل اسم تو. سیکو ستاره. بیا جلو بایستی بگی پایین. موری بگی پایین. بابا دست دل داری آب میگی دستان بشی صورت اونو میشوری. ساعت خوشگلیه. ساعت رو بکن، دست منو بچس. اومد بگی پایین پایین برو ببند. احمد رضا خان شیری رو با همون شیر خوش. ماشین کو در سقیل بردش. ها؟ جرثقیل برد؟ دوبله پارک بود اومدن بردنش. خب آقا جرثقیل برد یه کاری میکردی مرد حسابی؟ من این لگنو گرفته بودم پنجم جمعه بلند چی بریم شمال. کارهایی میکنی احمد رضا، خب یه خونه التماسش میکردی به پاش میفتدی، یه مایهی میدادی به یارو ماموره. پلیس ما مایه میگیره؟ پاداش این که ماشینو نمیبره. دو ساعت التماس کردم، هی گفتم جام سروان بیا این پاداش رو از ما بگیر، بیا آقایی که این پاداش رو بگیر ماشین رو نبر. گفت الا و للا قانونه، باید یه هفته بخوابه. قانونه دیگه. یو بگو بلند شدی از ژاپن اومدید. آقا بعد از اونی دوتا یارو چشتنگا بلند شدن اومده بودن اینجا، گفتن از سفارت ژاپن اومدیم باید کار داشتن. نکنی ژاپن هم کاری کردی؟ داستانی داری سفارت؟ سره برد ها؟ ببین آقا مرزا بلند شد دم در یه خانومی باید کار داره. بابا با تو هم دیگه میگم دم در باید کار دارن. ببین قاسم آقا، آقا حسینی گفت جلی به دفتر. پاشو پاشو. آقا حسین فروخ نم فروخ فروخ دارم. علیکه سلام. خیلی شیکه، مبارکه. وقت اضافی ندارم که تلف کنم، اومدم اینجا دو کلون باید حرف حساب بزنم و برم پی کارم. ببین احمد رضا، اگه بخوای جنگولک بازی در روی که خوب استادشی، منم بلدم اذیتت کنم.
اگه بخوای پاشو بیای دادگاه و بخوای هی منو سر بدونی و سنگ بندازی سر راه طلاقم، منم میرم سسود مهریمو میذارم اجرا، حقمه، اندل مطالبه است، قانونی هم هست. میندازنت گوشه زندان آب خونک بخوری. پس بهتره بدون دردسر مثل یه آدم عاقل پاشو بیای پای اون برگه طلاق توافقی امضا کنی، تو رو به خیر و ما رو به سلامت. اتاق پنج دیگه. آره دارم با جدی حرف میزنم، شوخی اصلا ندارم، از تو هم خیلی مردترم پای این حرفایی که میزنم هستم. ستاره؟ بله. وقت تکلیف اون امانتی های من که پیش تو چی میشه؟ امانتی؟ کدوم امانتی؟ همون دلارایی که من اون 7 سالی که کار میکردم ماه به ما میریختم به حساب شما. همون پس پی این بودی. چقدر من ساده و احمقم که نفهمیدم اصلا به خاطر همینا برگشتی اومدی ایران. نه به خاطر تو برگشتم، ولی الان که کارو به اینجا رسوندی بد نیست حساب کتابمون معلوم بشه. پس حساب کتاب میخوایره؟ باشه، اون دلارا رو بذار به ازای 7 سال انتظار و نگرانیم، بذار به پای 7 سال نگرانی و دلواپسیم، بذار به پای 7 سال که هر لحظه و هر روزشو به یادت بودم و یه لحظه از یادت غافل نشدم، بذار به پای 7 سال عمر و جوانیم که دو تا اتاق تو در تو سپری شد و تموم شد و حروم شد و رفت به یه کارش، بذار به پای اون 7 سالی که تا صبح توی درمون تو جنوب شهر جون گردم واسه اینکه اون دلارای کوفتیه تو رو واسه خودم خرج نکنم، میذاری به حساب این روزای من. فهمیدی یا بازم بگم؟ نه فقط عصبی هستی ماشین نزنی. گرفتیم این باشه برا بعد، این باشه برا بعد، این ببینیم توش چیه. دست در اجازه هست؟ اینا چیه؟ اگر برگران بودیم اگر خانم مهربون شما اصولا بار گران هستی، چه حرفی میزنی؟
دیدیش؟ خوب بود؟ فکر میکنی باز هم باید ادب شه؟ نمیدونم، روبرا که نبود، خیلی به هم ریخته بود. احساس کردم که حتی تو این چند روز شکسته شده. پیر شده بود؟ یعنی یکم هپلی شده بود. هپری؟ آره دیگه، شلخته و چرک و چقر، شکل قدیماش. ولش کن. نگفتی اینا چیه؟ یعنی از خونه جدیدمون دیگه خوشت نمیاد؟ نه، دو ماه میشه من اینجاییم. پدر با مادرم یه جور نگران شدن، دیگه حرفای منو در مورد امدورزا انگار باور ندارن. به جز اون، مریم هم باید آماده بشه یک ماه دیگه مدرسه بره. عزیزم یه احساس میکنم بودن ما تو ایران بیفایده شده. کسه داره؟ جونم. تو هنوز احمد رضا رو دوست داری؟ اگه بهت بگم ندارم لابد دروغ گفتم. دلم میخواست امروز باش محکم برخورد کنم، ولی اشکام همون نداد. یه سه عجیبی نسبت بهش داشتم، دلم براش میسوخت. اگه یه چیزو بگم نراحت نمیشه؟ نه عزیزم، دلم براش حیری تنگ شده. حق داره قربونت برم، شوهرته. نه شوهرتو هم هست. نه این چند روز حیری فکر کردم، با اینکه احمد و رضا کار خوبی نگرد، جای هیچ دفاعی نداشته، برای بره هره که چی؟ اگر ترک گرفتن تو با من بهترین راهه. راجب تو نمیتونم قضاوت کنم، ولی راجب خودم میدونم یه چیزی این تو شکسته که دیگه درست نمیشه. کسی خونه نیست؟ صاحب خونه؟ سلام برو جک. سلام. حاله چطوره؟ ماما اینا کجا؟ مامان ما اینجایی. کی ایمدی مادر؟ سلام. سلام، اغور بخیر کجا؟ هیچی دیگه، خانم از دست ما خسته شدن، میخوام برگردم برن شهر خودشون. نکنی که صابخونه جوابمون کرده؟ ها؟ نه به خدا، شما خودتون صابخونه ای. ای بابا مادر جون، مگه خوشی زده پس کله؟ کجا میخوای برگردی؟ زندگی به این خوبی، آرامش به این خوبی کجا میخوای بری؟ والا مرگ میخوای بعد پاشو بری بغداد. ایوا مامان. ایوا مامان نداره، مگه دروغ میگم؟ مگه دروغ میگم؟ بگو دروغ میگی. پس تا من مرم یه دوش مبسوط بگیرم، شما هم این خانوما پاشین لباساتون عوض بکنین، میخوایم بریم رستوران نهار بخوریم. مگه پولدار نیستی؟ ها؟ نکنه نیای. ها؟ سایونارا. پاشین دیگه. اومدم. سلام. سلام. نمیریم تو؟ نه عرض آقا حسینی صابکارم جیره سپیچ داده که از امشب هیچ کی تعمیگاه نباید بخوابه جز خودتون. نامردن دیگه، آدم فروشی کم نیست. چهارتایی اومدن واسه من که هر شب رفیقشو میاره پیشش، اونم گیر داده. ببخشونه منو، اینجا که مال خودم نیست. وسایله ها میتونم بیام ببرم؟ من کوچیکتم. هنوز ببخشو رفیق شیشتم، این قضیه پیچیده، آدم نیستم. اصلا نمیتونم شب بیارم تو گاراژ. میخوای من بیام بیرون یه جایی پیدا کنیم بیام پیشت باشم تنها نباشی؟ تو نمیتونم بیارمه.
اقلا این 30-40 تومن دستی هم شب به من بده. حرف پول رو نزن. منو اینقدر مایه ندارم. ببین هفته 200 برای سیگار میخوام. تو که سیگاری نیستی. وقتی رفیق آدم نتونه بیاره پیش خودش آدم سیگاری میشه، فشار میاد. یک قرون نمون جیبم. بالاخره تصمیم خود تو گرفتی؟ اینجا شهر و کشور توه، همان تو فامیلات همه زبونات همه پیش تو هستن، کار تو داری، کارم با توه، ولی من هیچ کدوم ندارم. لعنت به این احمد رضا، دست شیطون از پشت بسته. ببین چه بلایی سر ما آورد. چای تو بخور. این حرفا کاری درست نمیشه. باید فکر بهتری کرد. باید یکی بزرگی یکی وسطه بشه. شما چی میگین؟ کت خدا منشی. اگر منظورتون منم، رو من اصلا حساب نکنید. قند. من قند میخورم؟ خیلی نکردم لاغر ما رو تحویل نمیگیری یا حاج خانم رو داری. فلازاره دیباز کجا آوردیش؟ اومد دیگه. اینا فلان داشته باش چیزی نگیرش. اما پول یکی از طلبکار بودم. همین صحبتشو نکن دیگه. چیکار باید میکردم؟ هیچی. دست از پا دراستر باید برمیگشتم. اون وقت چی میشد؟ یا مواد فروش میشدم یا عملی یا دوز. اون وقت همین ستاره خانوم دخترتون طلاقش رو 30 ثانیه اینه چه که برگشتی میذاشت کف دست من. بعدشم من در حقش بدی نکردم، هر چقدر اونجا کار کردم همه رو فرستادم براش، اونم نامردی نکرد و همه رو سند زد به نام خودش. در حق سیکو هم بدی نکردم، داشت ترشیده میشد که من گرفتمش. ایشون که جوونه بابا. این ژاپنیا مدلشون اینجوریه، ماشیناشون رو ندیدین 50 سال کار میکنه، از 16 ساله تا 60 سالشون همشون یه شکلن. از صبح علت طلوع تا بوق سگ تو کارخونه باباش کار میکردم. چرا؟ برای اینکه مدیون چشم اینجوریا نباشن. اصلا قرار نبود برگرده ایران. این قصه ها رو برای کی داری میگی ها؟ برای منی که همه رو فوت آبم؟ چی فکر میکنی؟ آخری قصه رو برای من بگو. بگو ببینم میخوای چی کار بکنی؟ شما بگی من چه گلی به سرم بریزم. گل کاهو؟ تو همه چیزو گن زدی. اون وقت میگی من چه گلی به سرم بزنم؟ هنوز دماغ تو نمیتونه بکشی بالا. اون وقت پامیشی میری زن میگیری؟ این حرفا دیگه فایده ای نداره. یه سبویی شکسته، یه روغنی هم ریخته. بعدش هم کار بعدی نکردم. سنت رسول خدا رو انجام دادم. اینجا چی شد دیگه؟ دینایی مونداخت. کجا؟ کجا چیه؟ اصلا میدونی چیه؟ این دست بی صاحب شده من نمک نداره. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. روزی که اومدی خواستگاری یادته چجور سرت انداخته بود پایین مظلوم؟ من غلامتونم، من کوچیکتونم. گفتم بچه جون این دختر من باید درست حسابی زندگی کنه. گفتی من کوچیکشم. این بدبختش درسشو میخون. آخه چه کار کردی با این بچه؟ به من گفتی نمیذارم آب تو دلش تکون بخوری. این بود آب تو دلش تکون نخوردم. برو بابا. بابا نوکرتم، آدم که نکشتم که. چیه مگه؟ من مخلص شما. شما بزرگتر مایی، هر چی بگه انجام میدم. روی چشم. مملکت هرچی نیستش که، قانون داره. میفهمی چی میگم؟ تو این دخمم که کاری بر تو ساخته نمیشه که. سه تنه که بهرشو باشه اجرا بی کم و کس.
اون یکی هم برمیگرده به مملکتش، بالاخره اونجا هم جایی هست که برات شکایت کنه، فهمیدی؟ به ستاره بگیم برگرده سر خونه زندگیش، سیکورم نمیذاریم بره، ما با سه نفری زندگی میکنیم، واسه بقیه دو زن هم اگه چیه؟ اه؟ ببین حیمو جان یادت باشه این جزوه زنگ آخر به هم بدی، تو خیلی خدمت بود. وای توشه ولی خیلی جای خوشگلیه ها، از کجایی تا رو گیر آوردی؟ من الان چند ساله میام اینجا، همیشه هم دلم خواست اگه عاشق شدم کسی رو که دوست دارم هم بیارمش هم اینجا. راستشو بگو ناقل ساله چند دفعه با کی اومدی اینجا؟ هیچ دفعه، فقط با تو. یه قولی به من میدی؟ اگه یه اتفاقی افتاده من یه روز زندگیت نبودم، اگه با هیچ کس دیگه اینجا نیا، تهرون به این بزرگی ببرش یه جای دیگه. دیبونه. قول. قول. بخور. ببینم اونجا همه از این لباس خوشگلا میپوشن؟ نه همه، من فقط دلم تنگ شد. مواظب خودتون باشین، قول میدم این دفعه که اومدین ایران حسابی بهتون خوش بگذره. مرسی، فقط یادت نره تلفن ایمیل به ما حتما. مرسی. پرت از اون باقلبو هم میپزم پست میکنم. میگم که باور میکنی ما دوتا حبیه هم دیگه باشیم. برو دیره تو میشه بسه خدا پس. درستت میکنم احمد رضا. بله، نخیر، آقای مهندس رفتن شهرستان. گوشی؟ بله، نخیر، آقای مهندس دارم با خارج از کشور صحبت میکنم. خواهش میکنم، خدا حافظ.
بله بله بفهمید من یاد داشت میکنم. بله بله خدا بشه. بله کی؟ باشه بله خیلی خوب من خودم تماس میگیرم. بله خدا نگهدار. بله آقای مهندس ماشین جلوی در آماده است. بخوام مهندس اجازی هم گفتین؟ بله خدمتشون گفتم الان تشریف میارم. خیلی خوب. نه پس فردا دیگه به درد من نمیخوره. تا فردا ظهر اگه برسه میخوام ولی مرجوش. نه من قبلنم گفته بودم به تو. آره تا فردا ظهر باشه من خودم تبایم. حتما حتما پس شما خبرش به من بدید. آقای عملرضا میرسه پنج گوشی. بله شما باید همراه ما بیان. طوری شده؟ بفرمایید تو کارانتری بهتون توضیح میدم. Come on.